با سلام و درود، امروز میپردازیم به روش انگشت گذاری صحیح در روی تار و ستار. با توجه به اینکه انگشت گذاری صحیح و هوشمندانه در واقع ضامن روانی اجرا و در نتیجه کیفیت خوب صدای ساز و اجرای خوب شما خواهد شد، نکته بسیار مهم اینه که ما از 4 تا انگشتمون در تار و ستار پیاپی استفاده نمی کنیم، چرا که فواصل از هم دیگه دورند و ما فواصل دیاتونیک یعنی پرده ها و نیم پرده های غیر هم اسم دنبال هم استفاده می کنیم که اینها فاصله شون از هم دیگه زیاد هست روی دسته ساز و استفاده کردن از انگشت 4 بعد از انگشت 3 در واقع زیاد مرسوم نیست و در همه جای ساز ممکن نیست، ولی انگشت 3 انگشت 4 رو به جای 3 و گاهی انگشت 3 رو به جای 2 استفاده میکنیم که در موارد خاص خودش اشاره خواهم کرد. بریم تا ببینیم. در آغاز در مورد انگشت اول صحبت میکنیم. انگشت اول در واقع دست ماست. وقتی میگیم انگشت اول رو حرکت میدیم یعنی دست رو به سمت جلو یا عقب حرکت میدیم. انگشت اول تنها انگشتی است که اجازه داره نوت‌های تکراری بگیره به این شکل، یعنی دست به سمت جلو. فرض کنیم در یک ملودی که نوت‌های کشیده پیاپی پشت سر هم داره و زیاد تحرک نداره به این شکل، این امکان هست که ما نوت‌ها رو پیاپی با انگشت اول بگیریم. و تنها انگشتی است که اجازه داره حرکت تکراری بکنه، یعنی با انگشت 2 و 3 ما نوت‌ها رو پیاپی به صورت عادی نمیگیریم، مگر اینکه در موارد خاص مثل گلیساندوها به این شکل، ولی هیچگاه مثلا اگه بخوایم بزنیم دور می فا سول با انگشت 3 به سمت جلو یا با انگشت 2 حرکت نمی کنیم، بلکه فقط با انگشت اول. مورد بعدی در مورد استفاده کردن از انگشت 3 به جای 2 وقتی که فاصله نوت ها بیش از 3 هستند. مثلا اگه ما لا به کار و سی به کار می گیریم انگشت اول 2 استفاده می کنیم، ولی اگه لا کرون و سی به کار بگیریم به عنوان نمونه در 4 یا در همایون ضامن سرعت عمل ما خواهد بود، یعنی انگشت 2 این حرکت رو اینجا انجام نمیده، علاوه این که فاصله طولانی بین لاکرون تا سی به کار یا در 4 لیکرون تا می به کار به راحتی با انگشت 3 گرفته میشه. اینا قواعدی هستن که میبایستی رعایت بکنی. یا استفاده کردن از انگشت 4 همونطور که قبلا اشاره کردم به جای انگشت 3 وقتی که فاصله نوت ها از همدیگه خیلی دور هستن، مثل می به مول فا سول. ولی استفاده کردن از انگشت 4 بعد از انگشت 3 مرسوم نیست و من در این برنامه هیچ اشاره‌ای بهش لازم نیست بکنم تا اینکه به مراحلی برسیم که گاهی از انگشت 4 لازم باشه استفاده بکنیم، اونم در نوت‌های بالا در پایین دسته. خب حالا میخوایم ببینیم که چه شیوه‌ای رو به کار ببندیم که سرعت عملمون روی ساز زیاد بشه. ما باید ببینیم که چند تا نوت رو در یک ملودی یا در یک فراز پشت سر هم میبایستی روی دسته ساز اجرا بکنیم، بمترین نوتمون چه نوتی است و زیرترین نوتمون چه نوتی است. به عنوان نمونه اگه میخوایم بزنیم دو ره می فا احتیاج به هیچ حرکتی نیست، ولی به محضی که یه نوت به این اضافه میشه مجبوریم یک انگشت دیگری داشته باشیم که نوت بعدی رو بگیره، برای همین از انگشت اول به صورت تکراری استفاده میکنیم. حالا اگه بخوایم بزنیم دو ره می فا سول لا از این 3 انگشت به ترتیب 1 2 1 2 3 استفاده میکنیم، در تمام این موارد یک نکته بسیار مهم و کلیدی هست و اون اینه که
بمترین نوت رو من دارم اینجا با انگشت اول و زیرترین نوت رو با انگشت سوم میگیرم. این به این معناست که در این پاساج یا در این فراز، در این ملودی نوتی بمتر از ره نداریم. اینجا داریم دو، البته دست بازه، ولی بمتر از این لازم نیست بریم و در ادامه در پایان همین فراز نوتی بالاتر از لا هم نخواهیم زد به این شکل. یعنی اگه قرار بود نوت سی رو هم بزنیم، اون وقت میبایستی به عنوان 6 تا نوتی که احتیاج نیاز به انگشت گذاری دارن نگاه میکردیم و به این شکل میزدیم که بعداً قادر باشیم به انگشت سوممون نوت بعدی رو بگیریم. یک بار دیگه تکرار میکنم، انگشت اول تنها انگشتی است که اجازه تکرار نوت‌ها رو داره، اجازه داره نوت‌ها رو پیاپی به سمت بالا و پایین با انگشت با حرکت تکراری بگیره. انگشت دوم و سوم این حرکت رو تکرار نمی‌کنن و می‌بایستی یک بار استفاده بشن و حتی المقدور می‌بایستی از تمام انگشتامون استفاده کنیم. این استفاده کردن از تمام انگشتا باعث میشه که شما سرعت عملتون خیلی بالا بره. مثلا در یه همچین ملودی، یک همچین پاساژی، میبینید که تمام دسته ساز بدون تکرار نوت ها اجرا شد، در واقع به کار گرفته شد. اینجا حالا ما این تمرین رو من کامل براتون میزنم به این شکل. میبینید که در یک پاساژ طولانی به این شکل من انگشتا رو هیچ کدوم تکراری استفاده نکردم و از هر انگشتی یک بار استفاده کردم. این دقیقا به مسابقه راه رفتن روی دو پا هست که سرعت عملش قطعا بیشتره از روی یک پا لیلی کردن. به قول معروف پیروز باشید، خدا نگهدار.